سلام زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. وی شپت ایست ساعت چنده؟ در این ویدیو میخوایم که ما طریقه پرسان کردن ساعت و همچنین جواب دادن هم به شکل رسمی و غیر رسمی با هم بیاموزیم. طریقی که کاربرد زیاد داره، وی شپت ایست یعنی ساعت چنده، از این طریق سوال کردن در مورد ساعتی که استفاده زیاد داره که در این چی با هم دیده میبینیم و کار شده. و اما یک طریق دیگه هم هسته، وی فیل اوه است ساعت چنده، که شکل غیر رسمی از او هم استفاده میشه. خب وی شپت است ساعت چنده؟ اس است سن اوه سن، همراه فعل زاین یعنی بوده، میتونیم که جواب ساعت ما بدیم، یعنی ساعت دو ده دقیقه. اس است سن و سن، اول ساعت بعد دقیقه. خب خود اوه که است همون پسوند خود ساعته. حالا ببینین که ما به شکل رسمی و غیر رسمی انواع دقیقه ها و ساعت با هم کار میکنیم. ببینیم که ساعت 8 فکسه، یعنی 8 کامله. اس ایست 8 اوه، اس ایست 8 اوه، ساعت 8ه. 8:30 دقیقه، اس ایست 8 اوه 30. اس ایست 8 اوه 30 در اینجی به شکل رسمی داده شده که خیلی راحت اول ساعت میگیم و بعد امو خود ساعت که اوه به معنای خود ساعته و دقیقیش هم که همون 30 دقیقیه. اما بیشتر کاربردی که داره غیر رسمی ساعته، یعنی که باید شما به شکل غیر رسمی هم همیر بتونیم 8:30 دقیقه بیان کنیم. اس ایست 9، الب که هسته به معنای نیم یا همو 30 دقیقه معنا میده در زبان آلمانی. وقتی که از هلب استفاده میکنن، به طور مثال شما میخواییم بگیم 8:30، باید یک ساعت بریم جلو، یعنی باید بگیم 9:30. پس ببینیم به وضع 8:09 آمده. پس وقتی که هلب استفاده میشه که به معنای نیم یا 30 دقیقه هسته، باید یک ساعت بریم جلو. اس ایست هلب 9، ساعت 8:30. 9 استفاده میشه، اما بازم همون معنای ساعت 8:30 میده. 8:20 دقیقه، پس ببینیم اس ایست 8:20، خیلی راحت شکل رسمی استفاده میشه. اس ایست 8، ساعت 8:20 دقیقه. اما به شکل غیر رسمی، وقتی که 20 دقیقه یا 10 دقیقه، در کل هر مدت یا زمانی که شما خواسته باشیم بگیم که تیر شده فلانه، به طور مثال 20 دقیقه گذشته یا تیر شده از ساعت 8، از حرف اضافی نخ استفاده میکنند. پس میشه اس ایست 20 نخت 8. پس در این قسمت وقتی که شما میخواییم که به این طریق بگیم، باید دقیقه بیاریم اول حرف اضافه و بعد خود ساعت. اس ایست 20 نخ 8، یعنی که 20 دقیقه گذشته از چی؟ از ساعت 8. 8:50 دقیقه، اس ایست 8:50، ساعت 8:50 دقیقه. اما به شکل غیر رسمی اگر بگیم که گفتین استفاده زیادی داره به زندگی روزمره، باید به این قسم بگیم. پس وقتی که خواسته باشیم به طور مثال بگیم 10 دقیقه بمانده، یعنی که ما گفتیم که اگر نخ استفاده کنی، یعنی گذشته، اگر خواسته باشیم بگیم 10 دقیقه مانده به 9، میگیم اس ایست 10:49. خود 4 یعنی که پیش یا قبل معنا میده. پس وقتی که شما میگیم که 10 دقیقه مونده به ساعت 9، باید که دقیقه یعنی دمو 10 دقیقه که مونده بیاریم اول، بعد از فعل زاین و بعد حرف اضافی فور که به معنای ماندن معنا میده، و بعد 9، ساعتی که میخوای به او برسه. 8:15 دقیقه، اس ایست 8:15، ساعت 8:15 دقیقه. اما در زبان آلمانی خود 15 دقیقه میگن فیرتل، یعنی یک روب. پس اگر شما خواسته باشیم به این طریق بگیم اس ایست فیرتل نخت 8، یعنی که ساعت 15 دقیقه یا یک روب تیر از ساعت چی؟ از ساعت 8. پس فیرتل به معنای همون 15 دقیقه میده که اگر می شکلم باید شما بیاموزیم و استفاده زیادی داره، و اگر گذشته بود نخ استفاده میکنیم و اگر مانده بود فور استفاده میکنیم. والنجی مثال داریم. 8:45 دقیقه، اس ایست 8:45، ساعت 8:45 دقیقه. اس ایست
ویرتل فور نوین. حالا میگه یک روب مونده بس نو. پس اینجی چون 45 یک روب مونده به نو. پس از ویرتل بازم یمو روب استفاده شده 15 دقیقه. اما چون مونده از حرف اضافه فور استفاده میشه. اگر گذشته بود یعنی تیر شده بود نخ استفاده میشه و اگر مونده بود فور استفاده میشه. ولی این بود اوقات ساعتی که بره صبح استفاده میشه. خب در کشور آلمان از ساعت 24 ساعت استفاده میشه، یعنی که تا ساعت 12 صبح مو تا ساعت 12 صبح میتونی که به طور مثال بگیم ساعت 12، اما از ساعت 12 بعد که ساعت 1 به بچه شما باید از دغای سین فیت سین یعنی به این شکل شما استفاده کنیم. اگر خود منظور شما باشه دوی بعد از ظهر پس باید بگیم فیت سین. فیت سین یعنی که ساعت 2 دوی بعد از ظهر. اس ایست فیت سین او ساعت 2 اس ایست سوای او اس ایست سوای او ساعت 2. پس وقتی که اینجی شد اس ایست سوای او یعنی که ساعت 2 2 صبح. فیرتسین دغایسیش این بالایی، اما به تفاوت که حال باز ما گفتیم که اوقات بعد از ظهر باز به این شکل میگم اسیت فیرتسین و دغایسیش ساعت 2:30 اسیت آلب دغای. خب چون 2:30 گفتیم وقتی که حلب یعنی نیم ساعت استفاده میکنیم یک ساعت میریم جلو، پس وقتی که منظور از ما 2 باشه ساعت 2:30 باشه باید بگیم ساعت 3:30، اما منظور ما طرف مقابل میفهمه همون معنای ساعت 2:30 میده. اس ایست آلب دغای ساعت چکاره 2:30. خب ببینیم که فیرتسین اس ایست فیرتسین او 15 ساعت 2:15 2:15 بعد از ظهر. اس ایست فیرتل ناخ سوای یعنی یک روب گذشته از ساعت 2. اگر خواسته باشیم باز این بالایی یعنی به زمانی که صبح باشه استفاده کنه، یعنی قبل از ساعت 12 یا مو ساعت 1 ظهر که به پایین استفاده میشه مربوط به صبح میشه، پس شما باید باز به این شکل استفاده کنید. اس ایست فیرتل ناخ سوای ساعت 2:45 دقیقه اس ایست فیرتسین او 5:45 اس ایست فیرتل فور دقای یعنی که یک روب مونده چی به ساعت 3. خب در اینجا حال ما تا فهمیدیم که حلب یعنی نیم ساعت، نخ یعنی تیر شده، فورم یعنی بمانده و فیرتلم یعنی یک روب یا 15 دقیقه. اما اگر به طور مثال یک چند دقیقه یعنی 3-4 دقیقه از اون ساعت که منظور ما هسته گذشته باشه باز به این قسمم ایر میگن. به طور مثال 7:04 دقیقه میشه که شما استفاده کنین که به طور مثال 4 دقیقه گذشته یا 4 دقیقه بمانده او هم درسته، اما درستی اینه که به این شکل شما بگیم اس ایست کورتس ناخ زیبن یعنی یک کورتس که به معنای کوتاه ایرم استفاده کنیم بعد همون حرف اضافه که باز ناخ یعنی گذشته استفاده میکنیم. اس ایست کورتس ناخ زیبن یعنی که کمی گذشته از ساعت 7. خب اگر مانده باشه همین قسم کورتس باز حرف اضافه 4 در مثال 6:57 دقیقه یعنی 3 دقیقه مانده به ساعت 7، پس میگیم اس ایست کورتس فور زیبن یعنی که یک کمی یا یک مدت کوتاهی مانده به ساعت 7. پس کورتس استفاده میشه زمانی که یک چند دقیقی در مثال یا مانده باشه یا گذشته باشه که باز نظر به همون زمانی که شما میخواییم بیان کنیم باید حرف اضافه نخ که گذشته استفاده میشه و فور یعنی مانده باید اینها را مد نظر بگیریم. اگر از این ویدیو خوش آمده ویدیو ما لایک کنیم، سوال پیش داشتین کامنت بدین، آلمانی صفر تا صد سابسکرایب کنیم، عضو کانال یوتیوب ما باشین. تا درس بعدی خدا یار و نگهدارشون.